احمد خالدی آگاه مسائل سیاسی برای بس بیشتر با ما وصل هستند. آقای خالدی، آقای چکری حداقل در 15 سال اخیر از جمله کسانی بوده که در پست‌های مهم در دوره جمهوریت کار کرده، چی گونه کسانی مثل آقای چکری این گونه بر راحتی میان موضع تغییر موضع میتن؟ سلام محترم، این شور مایوس کننده است. مایوس کننده برای است که این طالبا قرار نبود که اشخاص مانند آقای چکری که به فساد متهم هستند به دعوت کنند به افغانستان. هزاران هزار دانشمند، سیاستمدار، متخصص افغان در افغانستان و در دور دنیا وجود دارد که به هیچ فسادی یا متهم نیستند، به هیچ اختلاس متهم نیستند، آدم های پاک و شریف هستند که هر روز در صفحات تلویزیون ها و رادیو ها با او مصاحبه صورت میگیره و یا ایست کسی مصاحبه اگر صورت هم نمیگیره در موسسات مختلف در سر دنیا کار میکنند یا بازنشسته شدند یا در داخل افغانستان هستند. با متاسفانه تمام این اشخاص نادیده گرفته شده. چند چهره منحوسی را که در رژیم های گذشته به فساد دوچار بودن، متهم بودن، طالبان دوباره به افغانستان دعوت کردن. این قتل رجال معنی نمیده که در افغانستان قتل رجال است یا طالبان کسای دیگر را نمیشناسن. تنها کسایی را میشناسن که با مجاهدین ارتباط داشتن، با گروه های مجاهدین یا جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، حزب سیاف، حزب گلبودین و غیره ارتباط داشتن، چون خودشان از اون گروه ها سرچشمه گرفتن. تنها می اشخاص هم میشناسن. شما فکر میکنین که آقای چکری از جمله ستون پنجم بوده؟ و ما چیز اتهام بسته که نمیتونم برای کسی که ستون پنجم بوده یا نبوده، ولی بسیاری از کسایی که در یک تعداد زیاد از کسایی که در دولت گذاشته بودن ستون پنجم بودن. ما یک لست را به میتازگی از طرف رئیس یا کماندان قوای حفاظتی رئیس جمهور سابق نشر شده که او گفته که چگونه امریکا یک لست را برای جمهور داد که نی اشخاص شما نام برد. خلیلزاد یک لست را برای جمهور وقت برای اشرف غنی تسلیم کرد که خودت اینی اشخاص موظف هستی که مقرر کنی بایس وزرا و موینا و چون ما پولش هم میتیم، ماش هم میتیم، بنابراین تو موظف هستی را مقرر کنی. معنی میده که یا ستون پنجم هستن تو اشخاص. به همین قسم حالا معنی میده که پاکستان و کشورهای همسایه هم که بالای طالبان میخواین نفوذ وارد کنن، اشخاص رو مورد نظر خود پیشنهاد میکنن بر طالبان. اگر چرا ما باید دوباره اشخاص رو مثل فاروق وردک ببینیم، امان الله غالب ببینیم، عبدالله رو ببینیم، حسن مبارک عزیزی، عبدالسلام رحیمی، دولت وزیری، انور کوهستانی، صدیق چکری، مصطفی منصور و غیره، اشخاص ما چرا باید ببینیم؟ وقت یا گذشت یا چلند خوشان تمام شد، زمانشان تمام شد، ما چهره های نما باید ببینیم. در جوان های بسیاری در دول دنیا افغان هستند که میتونن به کشور خدمت کنن. شما آقای خالدی فکر میکنین اما کشورهایی که شما از اون نام میبرین که گویا اونا به طالبا فهرست دادن که این افراد خواسته شوه، با چه هدف؟ مثلا این افرادی که به گفته شما دیگر کارایی ندارن، چطور اینا اصلا نامشان داده میشه تا اینا برگشت داده شون به افغانستان؟ هدفش چی است؟ آوازه های وجود داره که پاکستان در آخرین روزهای خروج دولت سابقه از افغانستان یا فرار دولت سابقه از افغانستان یک تعداد را با تیارات خود از افغانستان خارج کرد. خب وقت پاکستان یک تعداد اشخاص مهم را خارج کرده، معنی میده که برای پاکستان یک اشخاص اهمیت دارند و خود این دولت موجودی طالبان یا اداره طالبان هم پاسخ گوستن بر دولت پاکستان، بنابراین گوش میگیرن. همچنان اگر مثلا روسیه کابلوف مثلا اعلان کرده که بزودی شاید روسیه دولت طالبان را به رسمیت بشناسه، همچنان ایران امکان داره به رسمیت بشناسه. یعنی دو کشور هم از خود طالبان خواست های خود داشتن و این خواست ها هم شامل از این خواست بود که اشخاص مورد نظرشان در دولت باشه که منافعشان حفظ کنن. به این خود شکی وجود نداره، اما طالبان باید منافع ملی افغانستان در نظر بگیرن و سرمایه های بزرگ انسانی افغانستان که در دور دنیاست و در داخل افغانستان جوانان را در نظر بگیرن. ما اگر واقعا آقای خالدی جدا از اون موضوع
اگر واقعا طالبا به گفته شما بر اساس گفته های کشورهای منطقه عمل بکنند، همین ادعای گویا که مستقل هستیم، گویا اینکه شعار مبارزه با فساد را مطرح می سازند، تمام از اینا را زیر سوال نمی بره؟ خب طبعا زیر سوال می بره. طالبا زیر فشار است از طرف جامعه بین المللی، از طرف امریکا، کشورهای غربی، موسسات بین المللی، کشورهای همسایه زیر فشار هستند که دولت خود به اصطلاح مقادی وسیع تشکیل کنند. برای این کشورها اهمیت نداره که مردم افغانستان چی نقشی در دولت داشتن یا از طریق نماینده های خود چی گونه نقش مردم پیدا. برای اون مهم است که کسای باید در این چهره های باشه که برای اون شناخته شده است و برایشان میتونه منافعشان حفظ کنه. طبعا اگر این طالبا باز این کار میکنه، تمام کریدیبلیتی خود پیش مردم افغانستان، پیش روشن فکرهای افغانستان از دست میدن. تمام چیز خوب است. آقای نور احمد، بله فرصت تمام شد. آقای نور احمد خالدی، آقای مسائل سیاسی، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم.